iškėdėjo, kaip aš žinos, žinėjai, savinam išvens. Ümin elaki cami hukuk beşer sî maddedir. Ve Cumhur-i İslami her sî madde şüphe koymuştur. Vakti ma der in vaziyet karar mügirin, camii medeni, camii siyasi ve camii iktisadi der baba tebdil mişi ve menatel eşmal şüphe. Yani şuna camii iktisadi mustabelli nedir? جامعه اقتصادی شما یه جامعه دولتی و تحت سیطره حکومت یا نظام امریکایی حاکم است. جامعه مدنی قلابی داریم، ولی جامعه مدنی واقعی ما به شدت تحت فشار است و در مقاومت، در حالت مقاومت. چون فعالترین بخش این سگانه جامعه مدنی ایران هست که با هر ضربه‌ای هست داره مقاومت میکنه و بخش مدرن جامعه ایران رو نمایندگی میکنه، در حالی که حکومت و قدرت مطلقه نمیخواد این رو دست بشناسه و دشمن اصلیشون جامعه سیاسی. همونطور که فرمودم جامعه سیاسی در حال کسانی است که صاحب قدرت هستن میخوان رو حفظ بکنه یا کسانی که به دنبال کسی این یه خود دستکاری بکنیمش. کسانی که میخوان مشارکت بکنیم، مشارکت سیاسی و این هم بازم بخش مهمی از جامعه ایران هست، جدا از احزاب سیاسی که به صورت متمرکز و سازماندهی شده این کار میکنه، بخش مهمی از جامعه ایران مشارکت بکنیم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دخالت بکنیم. این هم حکومت تحت اشغال خودش داره. بنابراین ما با یک به اصطلاح فضای عمومی گیومه اشغال شده بود. اما در جامعه ما حالا چون تیتر این روزی هر در سوسول دموکراسی هست و نسبتش مدنی، مهمترین مشکل جامعه ایران یا وسیع‌ترین مشکل وسیع‌ترین اقشار مردم ایران فرق بود عدم توسعه اقتصادی. اما حل این مشکل نیاز به تغییر ساختار سیاسی. سیاست رو من مقدمه توسعه اقتصادی نمی‌دونم، دموکراسی مقدمه توسعه اقتصادی نمی‌دونم. دموکراسی خودش اصالت داره. به عبارتی حالا یه زمان شریعتی گفتیم سوسیالیسم و دموکراسی بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشر، سوسیالیسم و دموکراسی. این میزی یه زن درایشی که ما اینجا من فکر میکنم داریم درایش است و ما داریم از بزرگترین دستاوردهای بشری داریم اون گوشه این دستاوردهای بشری داریم به جهان و به جامعه و از غذا این پاسخ به وضعیت کنونی جامعه ما هم هست که از همین دوتا نقصی بزرگ از این دو موهبت بزرگ محروم. اما جامعه مدنی ایران، جامعه مشارکت جوی ایران و جامعه که میخواد حداقل‌های زندگی رو از جمله در حوزه اقتصادی داشته باشه اعتراضات مختلفی کرده. یه مدت اومده از طریق سنگ و رأی این حقوق خودش رو کف کنه، ولی با دیواره ستبر استبداد دینی مواجه شد. از صندوق به خیابان اومده، این در همه جای دنیا اینو دور می‌گیره. یعنی شما ابتدا میدین از طریق صندوق، انتخابات، اتحادیه، صنوف، احزاب و اینا میرین از طریق انتخابات به مطالبات میرسید و اگر نرسید میان تو خیابون. تو دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان هم همینه، تو همین فرانسه جلوه زردان میمدن تو خیابون. یعنی شما وقتی در درون قدرت، در حوزه سیاستش، اقتصادش، فرهنگش، منزلتش شما دیده نشین، میان تو خیابون که دیده بشین. بنا ما اعتراضات ما جنبش اصلاحی رو داشتیم، جنبش سبز رو داشتیم، اعتراضات دیماه 96 رو داشتیم، آبان 98 رو داشتیم و اعتراضات و جنبش فرادی مهسا رو داشتیم. کشهای به لحاظ گسترش جغرافیایی، به لحاظ کمیت، به لحاظ کیفیت، ترکیب طبقاتی، ترکیب جنسیتی، همبستگی قومی و ملی فراگیرترین جنبش.
من میخوام در این بحث یه مقدار چون تو تیتر همین سمینار هم اومده بود بررسی دشواری‌های کلیدی کنون در همون اسلایدی که دوستون برش کردن یه مقدار برم حالا از این بحث‌های مفهومی و نظری که خیلی ضروری هم هست افق دید رو باز میکنه مثل رانندگی که شما نور بالا میزنید یه افقی براتون باز میشه و بعد پایین میزنید که زیر پاتون ببینید رانندگی بکنید یه خوری نور پایین بزنید یعنی برگردیم به وضعیتی که در این جنبش به وجود اومد و بررسی بکنید که چرا جنبش افول کرد یا چرا به نتیجه نرسید. خب این وظیفه اتاقهای فکر میشه رفت تو رسانه ها من خودم میرم تبلیغی و تدریجی و تحقیقی هست ولی تو اتاق فکرها بایستی ما آسیب شناسی بکنیم راه حل در بیاریم چشمانداز در بیاریم. من میخوام این پرسش رو یه مدار مورد توجه قرار بدم. جنبش های مدنی سیاسی متأخر ما در حد اول یک دهه اخیر جذر و مدی بوده یه زمان حالت موج دریا جذر مد بوده و جذر بوده و بعد این مرتب داره در یه سیکلی داره تکرار میشه. حالا چرا الان این پرسش مونده شده؟ بگم من خود این پرسش یه نقیصی توش هست که مثلا چرا به نتیجه نرسیدیم؟ یه نقیصی خود این پرسش هست این نقیصی که گویه قرار ما همین حالا تو همین جنبش به نتیجه برسیم و این رو یه سری رسانه ها و یه سری فعالان سیاسی مدنی به گمان من نزدیک بودیم القا کردن به فضای سیاسی جمهوری. یعنی یه تصویر نزدیک بینانه حکومت در حال سرنگونیه رئیسی که رفته مجموعه عمومی سازمان ملل از اونجا با هواپیمای لاوروف میره روسیه و مسئولین ایران در حال فرار به ونزوئلا هستن. ببین تصویرهای نزدیک بینانه که کمپاژ میشد به عرصه حالا یه جمعی از فعالان سیاسی ما همون با این دو ماراتون دو سرمت نیست کلیت واژه رو مرتب تکرار میکنیم ما در اون یه دو ماراتون هستیم نه دو سرمت. چرا شما القا میکنید به فضایی که دو سرمت که بعد سرمت نیست این نرسی طرف ناامید بشه همین وضعیت که الان پیش اومد و همین سوال پیش اومد این سوالی نرسی پیش اومد و مشکل دوم اقراق و نقش خارجی که ما الان رفتیم با همه این پارلمان و همه این دولت ها رفته بودن همه پشت ملت ایران همه جا رو میخوام تحقیق کنن داخلی که داره انقلاب میشه خارج هم که همه پشت ما هستن پس بایستی مثلا 6-7 ماه دیگه در اصلا به نتیجه برسیم و این الان اون نزدیک بینی اون اقراق ها الان داره عوارض خودشو نشون میده اما ما باید از اینا درس بگیریم. اگر ما این نزدیک بینی و اقراق ها رو نداشتیم اگر دید ماراتون رو داشتیم الان باید راجع به دستاوردهای جنبش تحقیق کنیم نه که چرا نتیجه و دستاوردهای بسیار تاریخی داشتیم چون انقلاب فرهنگی عمیق کرده شبیه می 1968 بالاترین و بزرگترین نیروی اجتماعی رو از سال 60 به بعد آزاد کرده حتی به سطح دانش آموزی رفته در چند جا حکومت رو تناسب و قوا رو تغییر داده و حکومت رو وادار به تسلیم کرده. حالا من میگم زنان، زاهدان و زندان این سه تا زه حکومت رو شکست داده. زنان در نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری حکومت رو آشمز کرده. چرا؟ چون یک انگیزه بالایی وجود داره، دو گستره جغرافیاییش همه جایی هست، سه زمان خاصی نداره همه زمانی هست، یعنی نمیگن سر ساعت فلان مثلا او سلیمون رو برداریم. انگیزه بالا جو قصد جغرافیایی که حکومت نمیتونه تو عکاساژ خیابونی پارکی سینمایی معمول بذاره که حکومت مجبور تسلیم میشه اصلا دستش در میاد. یکی زاهدان که از دستش در اومده حالا اونجا انگیزه مذهبی رو کار میکنه، یکی زندان بدترین جاهای جمهوری اسلامی. من در 60-70 و 80 دیدم زندان و سه دره اصلا زندان الان با مقابل نیست اصلا، یعنی طرف تو زندان بیانیه میده اعلامیه میده میره تو حیات زندان ترسون میکنه دست جمعی شعار میدن اصلا دهه 60 اینا تو مخیله هیچ کس نمیدن اینا بازم همین ستا ویژگی رو داره و دست جمهوری اسلامی داره میده. یعنی زندان داره یه خونه در واقع میشه خودش منطقه آزاد شده زندانی میگه خب من از اینجا کجا میخواد بفرستم اعدامم کنه مثلا و
برای نوشتن بیانیه یا دادن شعار. از پاشو از زندان میذاره میگه زهاش میگه چیزی زیر موج انگیزه رو نشون میده. حالا اگر این ویژگی ها اون ویژگی هایی که در این زنان، زاهدان و زندان هست تعمیم پیدا کنیم، خب بحث راه بودی کنیم، بیاریم بیرون که چگونه میشود این ویژگی ها رو تکثیر کرد یا به سمتی برد که در جنبش عام زن زندگی آزادی تبرور بگیره. حالا این جنبش دستاورد های بسیار زیادی داره، ولی من میخوام با اون پرسشه برگردم، ولی با این پیش فرض که نگاه نزدیک بینانه رو کنار بذاریم، جنبش زن زندگی آزادی هم ایستگاهی در بین مراحلی است که ما به سمت این ماراتون به سمت هدف داریم بینیم. اما تیتوارشون فرصت هم زیاد نیست، من فقط تیتوار آسیب شناسی هم رو در واقع میگم که چه آسیب شناسی های باید. یکی جمعیت ناکافی، جمعیت بوره و میفر جمعیت میگیم حالا خانم پریکا چنوبت هم بحث هایی کرده این جنبش های مدنی و جنبش های خشونت پردیز و اینکه اینا چند درصد جمعیت بیان و در صحنه بیانن حکومت تغییر میکنه و و و ما الان بالاترین کمیت و گستره جغرافیایی و طبقاتی و قومیتی رو داشتیم در این جنبش، یعنی قدرش رو باید بدونیم، ولی هنوز کافی نیست. یعنی حتی گسترده ترین جنبش جامعه مدنی ما الان جنبش معلم هست، چند درصد معلم هم رو اعتراضیم؟ هنوز کافی نیست. چند درصد دانش رو برو؟ هنوز کافی نیست. چند درصد جمعیت رو؟ هنوز کافی نیست. یعنی ما اگر در امواج بعدی بتوانیم جمعیت بیشتری رو بیاریم، میتوانیم به نتیجه برسیم یا نزدیکتر بشیم. بنابراین پرسشی میشه که چرا جمعیت ناراضی ولی نمیاد؟ یعنی پرسش راهبردی میشه. بسیاری از نظرسنجی ها هم دی ماه 96 هم آبان 98 هم 1401 میگن بالای 75 درصد بعضا بالای 85 درصد کسانی که نظرسنجی ها شرکت کردن با این اعتراضات همدل بودن، گفتن ما همدلی بودن، ولی خودشون تو خیابون نیومدن. متاسفانه من پرسشنامه‌هاشون رو دیدم، هیچ کدوم این پرسش نپرسیدن، پرسش بسیار راهبردی. شما که خود جنبش رو برخورد دادید برای چی تو خیابون نیومدن؟ یک این دلیل، دو این دلیل، سه این دلیل، چهار هیچ کدوم، فلان، مثلا پرسشی در بیاد که این مسئله راهبردی برای جنبندی سیاسی و اجتماعی بشه بشناسه. ولی اینا رو که بر اساس حدس و گمان میشه، به نظر من مهمترین مسئله فشار، سرکوب و ارعاب و ناامنی اقتصادی، این هم ناامنی سیاسی و هم ناامنی اقتصادی. کسانی که میگوین مشکل اصلی جنبش رهبری ما بود و این خارج از کشور رهبری درست کنیم، آلترناتیو درست کنیم، اول باید اینو ثابت کنن مشکل جنبش اینه. روی این جنبش مثلا از خارج یه دی واسدان رهبری بشن بعد بیان کسی اون، این بدترین نوع جنبندی و آسیب شناسی این جنبش. اصلا جنبش نگاهی به خارج نداره، به دعوت کسی نداره، نه اینکه تأثیر نداره. حالا من چند تا متغیر رو میگم، مهم اینه که ما به هر کدوم از این متغیرها چه ذریبی میگیم. من متغیر جمعیت رو و که معنیش متغیر روح و فرشت و سرکونه متغیر اول میدونم، خب پاد زهرش اینه مبارده باید کم از این بشه، هر چقدر پر هزینه تر بشه ما عکس جهت حرکت کنیم، مبارده باید کم هزینه تر بشه، حد اقل هزینه رو بشه. حالا اشرف خاکستری هم یه بحثی که نگرانی های اشرف خاکستری رو باید برطرف کنیم، ولی نگرانی اشرف خاکستری این نیست که مثلا رهبر کی میشه بعدن. حالا خوشبختانه یا متاسفانه من نمی‌خوام ارزش گذاری کنم، بسیاری از مردم ایران به این نتیجه آقا هر چی می‌خواد بشه میشه، اینا برن هر چی می‌خواد بشه بشه. این نیست که بگیم آقا اینا الان یه همه جمهوری اسلامی بره چی می‌خواد بیاد و چون چی می‌خواد بیاد مسئله اصلیشونه، پس ما بریم این چی می‌خواد بیاد ما بریم خارج کشور بروف. این بر اساس یه آسیب شناسی نادرست، نه بسیاری از مردم جان به لب شدن میگه اینا برن هر کی می‌خواد بیاد بیاد، ولی تو خیابون نمیاد به خاطر این نیست. البته درصدی هستن قبول دوستی گشت خاکستری فرهنگی هم ما داریم جدا از گشت خاکستری سیاسی که اونا از یک سری عواقب رفتن جمهوری اسلامی به لحاظ فرهنگی میتونن، البته اینا در خیلی در اقلیت اونا
چه بیان چه نیان، اگر جنبش انگیزه زا باشه و پرونش پایین بشه تو ایران تغییر اتفاق خواهد افتاد. هستن اقشاری که از مثلا راهنمایی میترسن، از جنگ میترسن، از تجزیه میترسن، اینا هم هست، نمیخوام بگم نیست، ولی اینکه اینا رو بیام ضریبای عمدهتر و بزرگتر از واقعیت بدیم، اون وقت به خروجی ها و جنبندی ها و نتایج نادرست میرسه. نکته دیگه به نظر میرسه اینی که جنبش زن زندگی آزادی نتونست خیلی شعارهای اقتصادی رو در ظاهران نبتنست، شعارهای اقتصادی بده و اقشار فقیرتر رو جذب کنه. جوانان اقشار فقیر آمده ولی بدنشون زیاد نمیده، یعنی مشکل جامعه ایران، یا من ابتدای بحث میگفتم بزرگترین مشکل جامعه ایران فقر و عدم توسعه، ولی راه‌حلش دموکراسی و تغییرات سیاسی. اما اگه بخوان همدلی ایجاد بکنیم، بعد کسانی که میخوان جذب بکنیم خودشون تو اون جنبش ببینن. این جنبش توانست اقوام ایرانی رو جذب کنه، مهسا دختر جوان کرد ایرانی و تونست در حال و اولین جاهایی که تظاهرات شد در سبز بود و شهرهای استان کردستان، و این همدلی کردها رو و اینکه جنجیان آزادی اساسا یه شعاری است که موتنش در تفکر کردی بوده و در مناطق کردی بوده، اونها رو جذب کرد، ولی اقشار فقیر رو زیاد نتونست شد. عدم وحدت، من به ترتیب میخوام بگم به این اولویت هاش رو، اول به نظر من مشکل جمعیته، دوم مشکل اقتصاده، سوم این مسائل سیاسی مثل مثلا عدم وحدت تحلیل و برد و راه بره، یعنی فقدان سازماندهی و رهبری عنصر سوم میده، عنصر اولی نیست. جنبش سبز هم بوده رهبری نداشت، مثلا چند نفر افراد نمادی بودن، ولی بقول مهندس سالون بودن رهبران جنبش سبز پشت جمعیت حرکت بودن، جلوی جمعیت حرکت نمی کنند، کنشگران جنبش سبز خیلی اول اونا آمده تو خیابون بعدا رهبرشون میدن، این جنبش هم که اصلا سر نداشت. و دو قطبی کردن های مورد بی مورد، دو قطبی کردن هایی که هیجانی بود و نگران کننده بود، چون ما مثلا همین آخونده های بگیم مثلا همین تیرای شراغه ها آزون شد پنجا هفته ها همه رو اعلام، یعنی نگران، ایجاد نگرانی برای بخشی از جنبش. چیزی که بالاتر می‌گفتم رتبه زیاد بشنوید دارم که رتبه پایین‌تر می‌گم، و تجربه ناکام و پرهزینه جورجتان، یک تجربه ناکام و بسیار پرهزینه، حالا جدا از اون اغراق و نزدیک بینانه و اغراق و نقش خارجی ها، خود این پدیده به جای اینکه فایده داشته باشه، در حالی که می‌تونه فایده هم داشته باشه، من جنوبی‌خوام می‌تونم بسید، ولی اینکه ایرانی ها با هم بتونن یه جمعی رو تشکیل بدن، یه حرکتی رو پیش ببرن، میتونست یه در اندازه و ظرفیت خودش ایجاد امید بکنه در یه بخشی از جامعه جوان هم کرد، ولی بعدا این باعث یأس و ناامیدی شد. این روزا هم که اصلا دیگه به ته ماجرا رسید، حالا آسیب شناسی جورجتان خودش یک مسئله دیگه است، و نقش آفرینی تفرقه افکنانه جریان افراطی سلطنت، یعنی این جریان افراطی نقش بسیار تفرقه افکنانه‌ای داشت، نیروهای سیاسی رو رماند و ترساند. البته در مشکل اصلی حالت جذبی و نهفتگی و پنهان شدن جنبش در داخل هست، یعنی از بیرون رفته تو درون آدم ها و درون خانواده ها و جامعه هنوز اتفاق سیاسی داره، جامعه سیاست رویایی نشده، بدای عمومی رو نشون میده، ولی کاهش جمعیت در خارج از کشور، در خارج از کشور ناامنی نیست. چرا جمعیتی که مثلا چندین هزار نفر می اومدن تو تظاهرات به چند صد نفر و به چند ده نفر رسید؟ این قابل ارزیابی و در این قسمت اگر داخل جنبش ادامه پیدا میکرد با هم وسط سابق، خارج هم ادامه پیدا میکرد، این اختلافات خیلی نقشی نداشت. ولی وقتی داخل سرد شد، خارج این عوامل باعث تفرقه شد، باعث جنگ همه با همه شد، شعارهایی که علیه هم دیگه دادن و این در خارج هم مسئله رو فرو نشوند.
و اون یه عنصر دیگه کوبیدن روی علم تجزیه طلب، در حالی که در داخل بشن شعار همبستگی میدادن زاهدان، کردستان، بلوچستان و و یه دفعه یه جریان راست افراطی اومد و شروع کرد مسئله سازی رو بحث تجزیه ای و این هم باز این موضوع طلب تأثیر اومد. حالا من چون فرصت کمه جمع‌بندی بکنم بحثمون، اگر این آسیب شناسی ها رو بخوام پاد زهرش رو در بیاریم، یعنی آسیب کمی جمعیت یا عدم کفایت جمعیت، آسیب عدم جذب اقشار فرود دستر و آسیب تفرقه عدم همتحلیلی و همسویی، هر کدوم یک پاد زهرهایی داریم. پاد زهر اول اینه که ما مبارزه رو کم هزینه بکنیم و شبکه سازی، این بحث مسئله رهبر سازی و آلترناتیو سازی در رتبه های بعدی اگر بشه خیلی خوب به جمهوری خواه و هم نزدیک بشه به قطب و قانون جمهوری خواهی بشه یه قدم رو به جمهوری خواهی، یعنی ما ضریب زیادی نباید بیمتنه، این اگر به نظر من حالا شدید رو اقامون نیست بشه کل اپوزیسیون و حالی از کشور با هم متحد بشن جنبشی در داخل نباشه خیلی موثر بشه، همین درصد در درصد ایجاد امیدواری میکنه، ولی مشکل و آسیب جنبشی نیست که رهبر نداره. مثلا الان یک کسانی رهبر بشن فردا مثلا همه جنبش کارگر کشور با هم متحد بشن فردا یه بیانیه بدن پس فردا هم بود بیاد به نظر من اتفاقات اینجوری نمیفته، یعنی اینجوری نباید ما فضای عمومی رو به اصطلاح منحرف کنیم، مشکل ذهنمون رو اتاق فکرامون رو ببریم به سمت آسیب‌های اصلی و هر دوم مسئله اقتصاد پاسخش همین سوسیال دموکراسیس نیست جلسه بشه، یعنی بایستی نگاه سوسیال دموکراسی تقویت بشه، فقرا باید ببینن که اول مسئلهشون دیگه بشه، نه تنها فقرا، الان مشکل ما گفتن نمیه نخشانی که در واقع آب و خاک و همه چی داره از بین میره، ما وقتی میتونیم مام وطن رو نجات بدیم که ما مام زمین رو هم بتونیم نجات بدیم، ایران اصلا واقعا داره دست میره این محیط زیست، از محیط زیستش بگیریم، از فقر و فلاکت بگیریم، بیکاری بگیریم، اعتیاد بگیریم، تنفروشی بگیریم، به تنفروشی زنان شوهرداری که با دستور یا اجازه و رضایت شوهرشون دارن تنفروشی اصلا وحشتناک شد این وضعیت که فقط با حکومت عوض شد مثلا هر یه نفر یه رد یا مشکل حل میشه، اینجوری بین سادگی ها نیست، یعنی ما نیاز داریم که واقعا همه اقشار جامعه دیده بشن. حالا بحث عدم تمرکز هست یا بیزیگرد هست، به نظر من دموکراسی برای اینان لازمه ولی کافی نیست، دموکراسی هر یه نفر یه رد لازمه ولی کافی نیست، حتما باید عدم تمرکز باشه نه تمرکز رو داریم، تمرکز رو داریم یعنی ما قدرت دست دولت مرکزی باشه یه چیزایی رو پخش کنیم مثلا برای شهرها رو شهرها، نه اصلا سیستم عدم تمرکز باشه، حالا این قابل بحث و اون اختلاف و تفرقه و اینها مسئلهش تحمل ملی هست، من این خواهی بگیرم همبستگی و اعتلاف بگیرم تجربه اعتلاف شکست چون مسیرش غلط، ما بارها تو نشریه میهن این بحث رو به بحث جمعی رو داشتیم، به علت تکثر جامعه ایران ما ابتدا باید گروه‌های سیاسی نزدیک به هم تشکیل بشن، گروه‌هایی که با هم نزدیک‌ترن، همتبارترن، اعتماد بیشتری با هم دارن، اینا در یک پروسه اعتماد سازی بکنن و بتونن این گروه‌ها با هم دیگه گفتگو برای نجات بدن. ما الان ائتلاف که ایش ببینید هم رضا پهلوی بدنی خودشون نتونست بیاره، هم آقای مهتدی بدنی خودشون نتونست بیاره، یعنی نیرو هر دو طرف این ماجرا بدنش تو بانه نبودن، بدنه رضا پهلوی کند از این ائتلاف خورد ارتدوشترین بخش خودش، البته هر موقع یه جنبش اجتماعی خروفونی کشف کنه ارتدوشت ها صدای بالاتری بودن، من چند هفته پیش کنگره از چپ بودم اونجا بگم گفتم تو همون کنجره استشمام میشد فردای مقدس، یعنی تو چپ هم این دیگه میشد وقتی یه جنبش فرون کش میکنه صداهای رادیکالتر بلندتر میشه، صداهای مقدسی بلندتر میشه، حالا سبتن تلقا عامل اصلیش بودن در این فرد نه رضا پهلوی نه مقتدی نتونستن بدنی خودشون رو بانه بکنه این کاری که هم بودن درست،
و بدنشون داره کشید کردن. اول آقای مبتدی قوی‌تر بود، استقام شخصیت بیشتری داشت، ایستاده شد برای شخصیتش استقامی نداره، تسلیم جریان راست کرد. ما الان ائتلاف، ما نیاز به همگرایی داریم، نیاز به ساختن قطب و کانون جمهوری خواهی داریم، ولی در مقیاس ملی ما نیاز به تحمل ملی داریم. تو دیو هم دیگر رو تحمل بگیم. بعضی هم میگه آشتی ملی، بعضی هم میگه دفاع ملی، بعضی هم میگه جلده. اینو فعلا دوردسته داریم. یعنی بخوام واقع بین باشیم، ما نیاز به تحمل ملی داریم. ما ها به تفاوت ایرانی ها هم دیگر رو تحمل بکنیم. با هم دیگه در اپوزیسیون رقیب باشیم، دشمن نباشیم. بازیمون رقابتی حسی نیست. دشمن یه جای دیگه است. عامل بدبختی، فلاکت و عدم توسعه و عدم دموکراسی در ایران یه جای دیگه است. حکومت دینی است اونجا استوار ایستاده و تفرقه این طرف هم استفاده میکنه. البته خودش هم شدیداً متشتت، دچار تفرقه است. باندهای مافیایش سر هم میزنن. بحران جانشینی داره. خود اقلیت حاکم بر اکثریت جامعه ایران در درون خودش در اقلیت. یعنی باند خامنه‌ای هم اصولگرا الان قبولش نداره. این سیاست خامنه‌ای خود اصولگرا در اولیه اون سراسر بحرانه. جواب دوستمون رو گوبر زدیم داشتیم سوزن با خودمون بزنیم که ما نوایس خودمون بدیم. برمان من فکر میکنم جنبندی بکنم که ما مبارزه رو یک امر ماراتونی باید ببینیم. یه چه باید کرد داریم، یه چه میشود کرد، یه چه میتوانم کرد. هر کدوم فرد فرد این ما میتونیم حرفی که بزرگ بود برهای خیلی بزرگ بدیم و بعد خودتون بفرستیم مختص. نه با هر طرح بزرگی که میدیم یه چه میتوانم کردم تک تک ما باید برای خودمون در بیاریم. و اگر هر کسی این کار بکنه به قولی که امام صمیمی میگه که هر کسی هر جای ایستاده یه قدم بیاد جلو، هر کسی هر جای ایستاده یه قدم بیاد جلو، اونجوری ما میتونیم امیدوار باشیم. حالا ممکن اختلاف تحلیل داشته باشیم، اول کوهنوردا سریع گردن به هم نمی‌رسیم، سریع یار به هم نمی‌رسیم، ممکن گردنه بعد دوباره به هم برسیم. ولی این نگاه همگرایانه اگر نباشه، نگاه‌هایی باشه که ما در سیاست و راه خوب بخوام هویتی برداریم. هویت ها سر جاشون، نقدای هویتی داریم، نقدای تباری داریم. ولی اگه ذهن هر کدوم از ما یه جای تاریخ فروش شده باشه، ذهن من ملی 28 مرداد فروش شده باشه، ذهن اون سرطن طلبه 50 فروش شده، زن بنده دهه 60 رو زندان های دهه 60 بود شده باشه. نخواهم که این از این هویت ها رو نمیگم ترک کنیم. ما از اصالتمون، آرمانمون، هویتمون دفاع میکنیم. ولی راهبرد بر اساس هویت نیست. یعنی اگه بخوام راهبرد رو هویت بزنیم، جنگ همه با هم هست. همه با هم. ما بایستی به یه نوع همزیستی همه با هم برسیم که ایران بشه. خیلی ممنون، امیدوارم در جلسه بعد ترکیب جنسیتی هم توی موزیدی رو بگیرم.